نخست سرخط خبرها. افزایش خشونت‌های خانوادگی در حرس. با فقر فرهنگی مواجهیم، با فقر اقتصادی مواجهیم، با بیسوادی مواجهیم و ما چالش‌ها و مشکلات خیلی زیاد متاسفانه در افغانستان داریم. حریق بیش از 3 تن مواد مخدر در حرس. مواد مخدر که شما شاهد حریق هستین 31.5 تن متریک تن بود و ایرا به حساب نرخ بیرونی داخلی ما محاسبه کردیم، تمام اجزا و ترکیبات هزینه 1,800,000 دلار در پایین میشه. افزایش ناامنی در ولایت فرا. بیش از 8 سرباز در حملات اخیر پیکارجویان طالب جان باختند. لحظات سرنوشت ساز دور هفتم مذاکرات میان آمریکا و طالبان. یک مقام آمریکایی گفته است که مذاکرات به مرحله حساس رسیده است. و اینکه رئیس جمهور ترکیه بر خرید موشک S-400 از روسیه تاکید. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. بر اساس گفته های ساکنان هرات، آرامگاه سلطان حسین بایقرا در آستانه تخریب نسبی قرار دارد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات در پاسخ به این مسئله عنوان کرد بودجه بازسازی مصلی هرات که آرامگاه سلطان حسین بایقرا نیز در آن شامل می شود تصویب شده است. رئیس اطلاعات فرهنگ هرات اعلام کرد به زودی کار بازسازی این بنای تاریخی در دستور کار این اداره قرار خواهد گرفت. گفتنی است آخرین و جدیدترین بازسازی که در آرامگاه سلطان حسین بایقرا انجام شده است به سال 1387 باز می گردد که در آن خشت فرش اطراف این آرامگاه و چند نقطه دیگر مورد بازسازی قرار گرفتند. زنان در هرات از افزایش خشونت‌های خانوادگی علیه این قش ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند با وجودی که در چند سال اخیر فعالیت‌های گسترده در بخش خشونت علیه زنان در جامعه صورت گرفته، با آن هم این پدیده تا کنون در بین جامعه محو نشده است. خشونت علیه زنان پدیده است که از سالها پیش در کشور وجود داشته است و در سالهای اخیر نهادهای مختلف به خاطر محو و کاهش این پدیده تلاش کردند. اما زنان در هرات از افزایش خشونت‌های خانوادگی، آزار و اذیت در بیرون از خانه و محیط کار انتقاد می‌کنند. خانواده‌های وجود دارند که با دخترها خود ظلم می‌کنند، دخترها که ازدواج می‌کنند، اونا مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند از طرف خانواده شوهر، از طرف مادر شوهر، خواهر شوهر یا در خانه پدری هستن. اینا بعد نیاز به یک حمایت دارند، حمایت خود خانواده، حمایت فامیل از اونا. در پهلوی از دولت هم باید اونا همکاری بکنه، کمک بکنه و به اون خانواده‌ها بفهمونه که اونا علمو دختر خود حقوقی از خود داره و اون در اون بخش اونا کمک کنن و دختر بی سرنوشت داخل جامعه ول نکنن. فکر کنم اون فامیلای حسن به دلیل یک از یک طرف اینا عقب مانده، یعنی چون فکر میکنن دختر بیرون رفت کار کرد، یعنی که بده. نه، او دختر خب یک قالب چوکات برای خود خود تعیین میکنه که از اون محدودیت نباید دو طرف سر بره. پدر مادر هم عقد دارن که به سر طفل خود اعتماد کنن و اجازه بدن که کار بکنه. دختر خانمایی هم که کار میکنن، چون خانما نیمه پیکر جامعه تشکیل میده، به دلیل باید دوشا دوش مرد کار بکنه، چون یک خانومی که کار میکنه از همه چیز، از همه وقایع جامعه با خبر می باشه و به این دلیل می تونه وقتی که یک خانمی که ازدواج کنه او یک طفل خیلی باهوش و همچنان با تربیه او به جامعه تقدیم نمایه. بیسوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فساد اداری، به اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در کشور از دلایل خشونت علیه زنان گفته شده است. چرا ما درس و تعلیم نخونیم؟ درس و تعلیم امروز با ما نه. امروز نیاز به اولادا ما دارم، نیاز به خود ما دارم که ما همین درس رو پیش بریم. ما از پدرها و مادرها خواهشمندیم که درک کنم ما که امروز یک جامعه هست که جامعه درس و تعلیمه. در این حال فعالان حقوق زن یکی از دلایل خشونت‌های خانوادگی را فرهنگ پایین مردم و بیسوادی می دونند.
یکی از دلایل خشونت های خانوادگی سطح پایین فرهنگ مردم افغانستان. ما متاسفانه با فقر فرهنگی مواجهیم، با فقر اقتصادی مواجهیم، با بیسوادی مواجهیم و ما چالش ها و مشکلات خیلی زیاد متاسفانه در افغانستان داریم. در همین حال نیز سروری رئیس امور زنان هرات میگوید که ثبت خشونت در روبه اول سال جدید خورشیدی نسبت به روبه آخر سال 97 بیش از 50 قضیه کاهش یافته است. آمار خشونت ها را ما در روبه اول سال 1398 نسبت به روبه اخیر سال 1397 کاهش داشتیم در قسمت آمار خشونت ها، به گونه ای که البته در قسمت ثبت آمار خشونت ها ما کاهش داشتیم، به گونه ای که در سال 1397 در روبه اخیر ما 196 قضیه در ارگان های زیربط به ثبت رسیده بود، اما در اوائل و روبه اول سال 1398 به تعداد 144 قضیه به صورت رسمی ثبت شده که در حدود 50 قضیه را ما یا بالاتر از 50 قضیه کاهش در ثبت داشتیم. در حال رئیس امور زنان هرات از کاهش ثبت خشونت ابراز نظر می کند که هموار زنان از آزار اذیت خیابانی و خشونت های خانوادگی نگرانی دارند. این در حالی است که 4 روز پیش خاطره نیز به دلیل خشونت های خانوادگی دست به خودکشی زد. وضعیت امنیتی در بعضی از ولسوالی های هرات نگران کننده است. مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات اعلام کرد بعضی از ولسوالی های این ولایت گواه وضعیت وخیم امنیتی هستند و پیکارجویان طالب حضور گسترده ای در آن نقاط دارند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات اما با بی اساس خواندن گفته های این عضو شورای ولایتی گفت وضعیت امنیتی در تمام ولسوالی های این ولایت در کنترل است. گفته های سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در حالی بیان می شود که مخالفان مسلح دولت در بعضی از ولسوالی های ولایت هرات حضور و فعالیت گسترده دارند. این در حالی است که در این اواخر ولسوالی گلران هرات شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی و پیکارجویان طالب بوده است. بیش از 30 تن مواد مخدر مختلف امروز در ولسوالی گذره هرات به آتش کشیده شد. مسئولان وزارت داخله میگویند این مقدار مواد مخدر که بهای آن نزدیک به 2 میلیون دلار میرسد از سوی نیروهای امنیتی ضبط و امروز به آتش کشیده شده است. اینجا امروز مقام های وزارت امور داخله، مسئولان مرکز عدلی و قضایی کشور و مقام های محلی هرات گرد هم آمدند و بیش از 30 تن ماده مخدر را به آتش کشیدند. این مقدار ماده مخدر شامل هروئین، تریاک، چرس، مشروبات الکلی و مواد کیمیاوی جامد و مایع سازنده ماده مخدر می باشد. مواد مخدر که شما شاهد حریقش هستین 31.5 تن مترک تن بود و ایره به حساب نرخ بیرونی داخلی ما محاسبه کردیم تمام اجزا و ترکیبات هزینه 1,700,000 دلار آمریکایی میشه و یک جزء بسیار کوچک شما در جریان هستین که یک ماه قبل در ولسوالی بکوای ولایت فراه 53 لابراتوار مرکز پروسس و ذخیره مواد مخدر نیروی قهرمان هوایی و زمینی شما قطعات خاصتان در اونجا اونا را از بین بردن. میزان قاچاق مواد مخدر در ولایت‌های غربی کشور بیشتر به ثبت رسیده و گفته می‌شود که قسمت زیاد از هزینه جنگی پیکارجان طالب از مسیر قاچاق مواد مخدر تأمین می‌شود. مسئولان مرکز عدلی و قضایی کشور می‌گویند که در روبه آخر سال 97 و روبه اول سال 98 بیش از 1000 قضیه مربوط به مواد مخدر را مورد پیگیری قرار دادند. شما در جریان هستین که قضایای مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به کابل مواصلت میکنه که مقدار هروئین از 1 کیلو بالاتر باشه و مقدار تریاک 2 کیلو و همچنان چرس 5 کیلو و تیزاب 20 کیلو قضایایی است که اگر در سطح افغانستان از طرف مدیریت های مبارزه با مواد مخدر مجرمین زنا گرفتار میشه قضایای زنا آنن از طریق مدیریت های مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی معرفی میشه و قضایی را تحت پیگرد قرار میده.
او افزود که در جریان یک سال گذشته 17 نفر از شهروندان کشورهای ایران، پاکستان، ازبکستان و دیگر کشورها به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. در این حال محمد داوود هاشمی معاون والی هرات از نیروهای امنیتی خواست که در راستای مبارزه با مواد مخدر اقدامات جدی را روی دست گیرند. حدود 31.5 متریک تن مواد مختلف مخدر و نشاراور و مضر اینا عریق شد و دقیقاً این نشان دهنده عزیز که نیروهای امنیتی کشفی و قضایی شما تلاش میکنه و این مفکوره و این تعهد وجود داره که در هر جا دشمنان وطن، سوداگران مرگ، مافیای مواد مخدر وجود داشته باشه با سراغ از اینا میرن و انشاءالله تعالی اونا رو بپنجه قانون خواهند سپرد. در همین حال محمد علی فرفانی رئیس دادستانی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید که در سال 1397 و رو به اول سال 1398 بیش از 1300 قضیه مواد مخدر را پیگیری و رسیدگی کردند. در سال 1397 و رو به اول سال 1398 در حدود 1300 الی 1350 قضیه مواد مخدر ما رسیدگی کردیم. دوسیه از یا طی مراحل شده، محاکم محترم حکم خود در قبال از یا صادر کردن و فعلا به زندان ها به سر میبرند. ما به این باور هستیم همو صلح به این وطن آمده نیست و جنگ روز ختم میشه. متاسفانه مواد مخدر قربانی روزانه از ما خواهد گرفت و این پدیده شوم و این مرض مهلک در وطن ما هنوز هم از ما قربانی میگیره، از زن و جوان و طفل و امثال اینها. در جریان یک سال گذشته نیروهای خارجی بیش از 40 کارخانه پروسس مواد مخدر را در ولایت‌های هرات و فرا تخریب کردند. با این حال عملکرد نیروها در مبارزه با مواد مخدر همواره مورد انتقاد و پرسش بوده است، زیرا پس از سقوط رژیم طالبان میزان کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به نحو کم سابقه ای رشد پیدا کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از درگیری میان گروهی پیکارجویان طالب در ولسوالی شندن در ولایت هرات خبر داد و گفت در نتیجه این درگیری یک پیکارجوی طالب کشته و شماری نیز زخمی شدند. بر اساس گفته های سخنگوی والی هرات، ظهر روز گذشته در روستای پایین بازار ولسوالی شندن میان افراد ننگیالی و ملا صمد که از افراد کلیدی پیکارجویان طالب در این ولسوالی هستند درگیری نظامی روی داده است. پیکارجویان طالب در شماری از ولسوالی های هرات به ویژه ولسوالی شندن در این ولایت حضور و فعالیت گسترده دارند. در پی حمله پیکارجویان طالب به قرارگاه نیروهای ارتش در ولسوالی بالابلوک فرا 8 سرباز ارتش کشته و 8 نفر دیگر آنان زخمی شدند. شاه محمود نعیمی عضو شورای ولایتی فرا میگوید این حمله پیکارجویان طالب شب گذشته در روستای شیوان ولسوالی بالابلوک انجام شده است. او افزود که جنگ شدید برای چندین ساعت در این روستا جریان داشته است. به گفته ی آقای نعیمی در جریان این درگیری به پیکارجویان طالب نیز تلفات سنگینی وارد شده است، اما آمار آن مشخص نیست. مقام های امنیتی فرا تا کنون در مورد این رویداد ابراز نظری نکردند. عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس با اشاره به قطعی برق از سوی پیکارجویان طالب در این ولایت گفت در پی قطع برق و توقف شبکه‌های مخابراتی مشکلات متعددی برای مردم به وجود آمده است. معاون شورای ولایتی بادغیس در ادامه افزود پس از گذشت یک هفته از قطعی برق در این ولایت، نشانه‌هایی از چراغ سبز پیکارجویان طالب برای مذاکره با بزرگان قومی و دولت به چشم می‌خورد. آقای افضلی در ادامه گفته‌های امروز خود افزود پیکارجویان طالب برای مدت 10 ماه است که مسیر ولسوالی جوند را مسدود ساخته و شرایط بسیار سختی را برای مردم و ساکنان این ولسوالی به وجود آوردند. گفتنی است ولسوالی جوند بزرگترین ولسوالی بادغیس از نگاه مساحت بوده و اهمیت بسیار زیادی برای پیکارجویان طالب دارد.
وزارت داخله از کشف و ضبط 253 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نمروز خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه وزارت داخله، این مقدار مواد مخدر در نتیجه اجرای یک رشته عملیات نیروهای امنیتی در روستای درویشک ولسوالی کانگ کشف شده است. تا کنون کسی در پیوند به نگهداری این مقدار مواد مخدر بازداشت نشده است. نمروز در جنوب غرب کشور از ولایت‌هایی شمارده می‌شود که قاچاق مواد مخدر در آن فعالیت گسترده‌ای دارد. غلام سخی جاوید عضو شورای ولایتی غور در گفتگویی اعلام کرد پیکارجویان طالب با کارگزاری یک ماین بزرگترین کانال آبی ولسوالی دولتیار ولایت غور را از بین بردند. این عضو شورای ولایتی در ادامه اظهارات امروز خود افزود شب گذشته پیکارجویان طالب در روستای شورابه ولسوالی دولتیار با کارگزاری ماین این کانال آبیاری را منفجر کردند. گفته های عضو شورای ولایتی غور در حالی بیان می شود که عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نسبت به انفجار کانال آبیاری روستای شورابه اظهار بی اطلاعی کرده است. لازم به ذکر است که پیکارجویان طالب تا هنوز نسبت به ادعای شورای ولایتی غور پیرامون تخریب کانال آبیاری این روستا اظهار نظری نکرده. بر اساس اظهارات یک مقام ارشد آمریکایی، پیکارجویان طالب و آمریکا به لحظات سرنوشت‌سازی در دوره هفتم مذاکرات صلح در قطر نزدیک شدند. این مقام ارشد آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش در گفتگویی با شبکه رویترز اعلام کرد پیکارجویان طالب و آمریکا در این دور از مذاکرات به یکدیگر امید داشته و توقع واقعی دارند. دوره هفتم گفتگوهای پیکارجویان طالب و نمایندگان آمریکا روز گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها در این دور از مذاکرات، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارد. در طرف درگیر ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر و معاون سیاسی پیکارجویان طالب در قطر نیز در رأس هیئت پیکارجویان طالب قرار گرفته است. همزمان با آغاز هفتمین دور گفتگوهای صلح میان پیکارجویان طالب و آمریکا، جان بس سفیر آمریکا در کابل در گفتگویی اعلام کرد کشورش در این دور از مذاکرات با پیکارجویان طالب چشم انتظار تضمین معتبر است. به گفته آقای بس، آمریکا به دنبال این است که پیکارجویان طالب ضمانت دهند که پس از توافق افغانستان به پناهگاه گروه‌های دهشت افغان تبدیل نخواهد شد و آمریکا را نسبت به این تضمین قانع سازند. جان بس در ادامه پیرامون علت به درازا کشیدن گفتگوهای جاری صلح تصریح کرد. بحث‌های مفصل درباره چگونگی ارائه ضمانت از جانب پیکارجویان طالب علت اصلی این امر است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پیشتر اعلام کرده بود برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی موارد دیگری هستند که در مذاکرات صلح با پیکارجویان طالب مورد بحث قرار گرفتند. شورای نامزدان ریاست جمهوری در واکنش به استخدام‌های اخیر از سوی رئیس جمهور غنی می‌گویند که این کار رئیس جمهور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جنبه انتخاباتی دارد و باید متوقف شود. این نامزدان می‌گویند که به اساس قانون انتخابات این کار رئیس جمهور کارزار پیش از وقت است و باید کمیسیون انتخابات از چنین کارهایی جلوگیری کند. رئیس جمهور غنی دیروز در فرمانی سلام رحیمی رئیس دفتر پیشینش را به عنوان وزیر دولت در امور صلح گماشت. ساعتی پس از این فرمان در یک فرمان دیگر معاونیت تازه‌ای را در چارچوب ریاست دفتر ریاست جمهوری به نام حکومتداری خوب و برنامه‌ها ایجاد کرد و هارون چخانسوری سخنگویش را معاون تعیین کرد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات اعلام کرد ولسوالی معروف در ولایت قندهار شب گذشته آماج حملات تهاجمی پیکارجویان طالب قرار گرفت که در نتیجه آن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات جان باختند. پیکارجویان
طالب نیز با انتشار بیانیه‌ای حمله به این ولسوالی را تایید کرده و اعلام کردند جنگجویان این گروه شب گذشته موفق به تصرف ساختمان جدید ولسوالی معروف ولایت قندهار شدند. در بیانیه گروه طالبان آمده است در نتیجه حمله این گروه به ولسوالی معروف 57 سرباز پلیس کشته و نزدیک به 11 سرباز نیز به اسارت گرفته شدند. احمد ضیا احمدزی سخنگوی پلیس قندهار اما در گفتگوی درگیری میان نیروهای امنیتی و پیکارجویان طالب در ولسوالی معروف را تایید کرد، اما آمار تلفات را نامعلوم و تصرف ساختمان ولسوالی را نادرست عنوان کرده است. تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با انتشار اعلامیه صلح و انتخابات در افغانستان را دو روند اساسی عنوان کرد. به عقیده آقای یاماموتو این دور روند تأثیر مستقیمی بر آینده افغانستان دارند و نباید بر یکدیگر تأثیر منفی بگذارند و یا باعث به تعویق افتادن یکدیگر شوند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان روند صلح و برگزاری انتخابات را اولویت‌های اصلی این سازمان برشمرد و بر حمایت سازمان ملل از این دو تاکید کرد. گفتنی از دور هفتم مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و نمایندگان پیکارجویان طالب از روز گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. کودکان بی سرپرست در افغانستان صاحب حساب بانکی می شوند. وزارت کار و امور اجتماعی تفاهم نامه ای را به امضا رسانده است که بر اساس آن هر کودک بی سرپرستی که در پرورشگاه های افغانستان نگهداری می شود صاحب یک حساب بانکی جداگانه خواهد شد. وزارت کار و امور اجتماعی با انتشار خبرنامه ای به بیان جزئیات این تفاهم نامه پرداخت که بر اساس آن از این پس کمک های مالی که به کودکان بی سرپرست تعلق می گیرد در حساب های آنها در بانک ذخیره می شود. این کودکان می توانند پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام درخواست دهند تا بانک مبلغ جمع آوری شده را در اختیار آنها قرار بدهد. در خبرنامه منتسب به وزارت کار و امور اجتماعی از 17 تفاهم نامه دیگر نیز خبر داده شده است که ارزش این تفاهم نامه ها تا 63 میلیون افغانی برآورد می شود. نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از حکومت درخواست کرده تا جزئیاتی از اقداماتی که برای حفاظت از خبرنگاران و رسانه‌ها در برابر تهدیدات طالبان در دست گرفته است ارائه بدهد. این نهاد امروز با انتشار خبرنامه‌ای ضمن ارائه این درخواست عنوان کرد جامعه رسانه‌ای نگران تهدید اخیر رسانه‌ها و خبرنگاران است. نهاد نی در ادامه از زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که سرگرم مذاکره با پیکارجویان طالب است خواست تا آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها را به عنوان خط سرخ مردم افغانستان در نظر داشته باشد. پیکارجویان طالب هفته گذشته در خبرنامه ای رسانه ها و خبرنگاران را به طرفداری از دولت و تبلیغ علیه منافع این گروه متهم ساخته بودند. پس از میان برنامه کوتاه با خبری از خارج کشور. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در توافق خریداری سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه هیچ عقبگردی صورت نگرفته است. اردوغان با همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان در اوساکای دیدار کرد.
özellikle son dönemde رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بخش سخنانش گفته است که اکنون زمان اجرای شدن موافقتنامه میان آنکارا و مسکو فرا رسیده است. آقای اردوغان در این زمینه گفته است همکاری ما ادامه دارد، به ویژه در بخش تحویل S-400 که در شهر دوشنبه هم در موردش صحبت کردیم. طبق توافقنامه اکنون ما نقشه راه را دنبال می کنیم. این برای ما یک اولویت است که باید انجام شود، از جمله تولید مشترک راکت و انتقال تکنولوژی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه کشورش با شرایط پیچیده در مورد نحوه واکنش به ترکیه در ارتباط با خرید سامانه S-400 روسیه مواجه است، گفته است که سیستم مدافعه هوایی S-400 را از روسیه نخرد. آقای ترامپ در این زمینه گفته است این خوب نیست و یک مسئله پیچیده است. آمریکا و ترکیه هر دو عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو هستند و من پیشنهاد می‌کنم که به جای سیستم مدافعه هوایی S-400 سیستم راکتی پاتریوت را از آمریکا بخرد. واشنگتن هشدار داده است که اگر ترکیه این معامله را تا 31 ماه جولای لغو نکند، آنکارا از خریداری نسل جدید جت‌های جنگی F-35 بی‌بهره می‌شود. در جریان دیدار روز گذشته، اردوغان به ترامپ گفته است که مشارکت استراتژیکشان در بسیار از موارد به همبستگی نیاز دارد. پیش از این رسانه‌ها به نقل از اردوغان گفته بودند که روند انتقال سیستم S-400 از روسیه به ترکیه در نیمه نخست جولای آغاز خواهد شد. اظهارات ترامپ در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه نیز گفته است درباره توافق تحویل گرفتن سامانه‌های دفاع موشکی S-400 روسی عقب نشینی نخواهد کرد و انتظار می‌رود این سامانه را تا نیمه نخست سال جاری دریافت کنند. روابط ترکیه و واشنگتن بر سر این مسئله ماهاست تنش‌زا شده. با آمریکا تاکنون چند بار ترکیه را به همین دلیل تحریم کرده است. و در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. افزایش خشونت‌های خانوادگی در حرس. با فقر فرهنگی مواجهیم، با فقر اقتصادی مواجهیم، با بیسوادی مواجهیم و ما چالش‌ها و مشکلات خیلی زیاد متاسفانه در افغانستان داریم. حریق بیش از 30 تن مواد مخدر در حرس. مواد مخدر که شما شاهد حریقش هستین 31.5 تن متریک تن بود و این را به حساب نرخ بیرونی داخلی ما محاسبه کردیم، تمام اجزا و ترکیبات هزینه 101,800,000 دلار هم باید میشه. افزایش ناامنی در ولایت فرا. بیش از 8 سرباز در حملات اخیر پیکارجویان طالب جان باختند. لحظات سرنوشت ساز دور هفتم مذاکرات میان آمریکا و طالب. یک مقام آمریکایی گفته است که مذاکرات به مرحله حساس رسیده است. و اینکه رئیس جمهور ترکیه بر خرید موشک S-400 از روسیه تاکید کرد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، شما می توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات برنامه‌های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات را همراهی نمودید سپاسگزارم. ایام به کامتان، بدرود.